به همین ترتیب سه تا کلمه میخوام باتون با کار کنم میشه فیس تا اسم میاد فیلز فیلز می نویسن فیل فی فیلی رو یه هم اضافه کنید بهش فیل گنده که معنی پسره دوستان از نظر تلفظ این کلمه فیس همین جوری که هست یادش بگیرید فیس پس تا سه میاد فیل به اضافه سه می نویسن و فیس می خونه فی فی میبینید وقتی یه که میگم یه یه ممکنه یه بعد از یه یه یه, شبان پشتش در واقع فی هست فی ممکن بخونم فی فی یعنی دختر این یعنی پسر و گارسون گارسون مثل لو سون میبینید سش سدی داره در واقع که صدای سه که صدای رو حفظ بگیر اگه من این به جای این س این س اینجوری بذارم این سدی نظرم این صدای ک میده گق کم میشه پس می‌بینید که این سدیه کمک کرد که من این سد بفهمم صدای سی سه داره در واقع پس این یعنی پسر این یعنی دختر این یعنی اینم یعنی پسر جوون بعضی مواقع ممکن مثلا می‌خوام بگم پسر من میتونم بگم حالت اون نسبت خانوادگی رو میده نسبت خانوادگی گاخ سونگه باشه چه حالت مذکر رو میده اینجوری در نظر بگیرید فی هم فرقی نداره دیگه فی هم میتونه معنی دختر بده که دختر که مثلا توی خانواده نسبت خانوادیش با یه نفر دختر یه نفر باشه یا یه دختر بیرون دیدید یه دختره اون دیگه نسبت خانوادی با شما که نداره درسته اون هر دوش فی هست ولی توی خانواده مثلا من بیرون یه نفر رو ببینم یه پسر رو ببینم اون دیگه گارسون هست ولی پسر خودم باشه اون دونم بهش بهش گارسون هم بگم ولی فیس یعنی پسر اون نسبت رو در نظر بگیرید فیس، 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 فیل، Fille. Garçon. فیل، Fille. Garçon. فیل، Fille. Garçon. دقت کنید این گا گ گا, گا گارسون، گارسون، هست نگید گا نیست دقت کنید گار سون گار سو آس خب این اینکه به اس خط شده در واقع اگه جمعش هم دیگه همینه میبینید این به اس بخوام جمعش بگم یه اس اضافه میشه جمع خیلی راحته میبینید اینجا اس بذارید وقتی هم خودش به اس ختم شده که شده دیگه تموم پس مثلا بگم این این پسره میخوام بگم میشه چی س گارسون این دختره ست فی این دختره این پسره حالا این پسر تو دیدم این پسره یا این دختره تو خیابون پس خیلی راحته سه تا کلمه یاد گرفتیم حالا من قبلا بهتون گفته بودم آ... مثلا میخوام بگم آپارتمان من مادر من پسر من مذکر باشه میشه مو مؤنث باشه میشه ما اگر پشت جمع باشه ها میشه مه مه خب حالا مثلا من بیام اینجا بگم voiture بگم مو نه میگم ما voiture چرا چون در واقع پشتش مؤنث اینو گفتم قبلا مثلا بخوام بگم گرسون میگم مو گخسون میگم مفی مثل مفم درسته؟ میتونم بگم پسرم میشه مو حالا پسرانم میشه م فقط م میگیره میدید که مس می نویسن م میخونه مثل اینجا سس می نویسن س میخونه و تو جمع فرقی نداره دخترانم مفی اگر هم گفتیم مثلا اپاقتمان باشه اپاقتمان یا هتل اوتل. حالا هتل بیاریم منوتل و یه چیز دیگه هم گفتیم که اگر مثلا مؤنس باشه پشت با حرف صدادار شروع بشه چون نمیشه بخونیش مجبوریم از مو استفاده کنیم به جای ما مثلا چی مثلا ایده ایده خب اینجا ایده لا هست در واقع مهندسه که آش تبدیل میشه به آپاستروف خب اگه بخوام بگم ایده من میگم باید بگم ما ولی شوم ببینید آ و ای پشت سر هم میان نمیشه بنابراین اینو میگن مو نیده میبینید اگر پیش اومد دیدید یه چیزی مهندس بود و به جای ما شد مو بدونید به این خاطر بوده که این, این هم صداش خونده میشه میچسبه مو صدای آی اوی تو نیده من حالا بخوام ایدهای های من بگم که فرقی دیگه نمیکنه مزیده که فقط یه اس اضافه میکنه مزیده که می بینید صدای ز در واقع اس تبدیل بشه به ز مثلا ما داشتیم ووزت درسته که این سه میشد وو در حالت آلدی وو هست وقتی میخواد بیاد بچسبه به ای بعدی که صدای این ای میده صدای این ای دهنوازی رو داره اینو داره این دوتا صداشون یکیه ای هست این ای در بازی هست یا آ ای هم همین صدا رو میده مثل فرانسه خب پس بینید میشه می مزیده سلو مزمی مزمی آمی 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 اگر اینجوری باشه یعنی دوست پسر اگر مثلا من میگم دوستمه یعنی اگر پسر باشه اینجوری می نویسم. اگه دختر باشه اینجوری می‌نویسمش ولی تلفظش فرق نمی‌کنه امی امی اگر جمع باشه امیز اینجوری می‌نویسم دیگه اگه جمع دختر و پسر قاطی باشه یا فقط پسر باشه اینجوری می‌نویسم اگه فقط دختر باشه اینجوری می‌نویسم به این اضافه اس اضافه می‌کنم در واقع پس دخترها خاصن فقط اگه خودشون تک و تک باشن واسه جمعش اینو اضافه می‌کنن مخلوطی از دختر و پسر اگه بخوام جمع بسازیم از مذکرش استفاده می‌کنیم یا فقط مذکر یه اس اضافه می‌کنیم می‌بینید که آمی یعنی یه دوست که پسر باشه جمع باشه یه اس اضافه میکنه بنابراین من من میگم سالو میزمی میز ببینید سالو میزمی به خاطر همین این ز رو، سه رو در واقع کردم سه اگه بخوام بگم دوستم میگم مو نمی حالا اگه بخوام بگم دوست یه دوستم که دختره چجوری میگم به نظرتون بگم ما آمی یا بگم مو نمی درسته چون این آ داره و این آ داره اگه بگم ما امی نمیشه بنابراین این میشه مو نمی پس حالا بگم دکترم بگم سه تمی سه رو باید میگفتم ولی گفتم سه ت. سه تامی. این دوست مثلا سه تمی حالا اگر این زن می بود مثلا اینجوری بود دیگه مسلمان ست داشت و تو نوشتار ولی تو گفتار تغییری تغییر نمی‌کنه ای هم مثلا بذارم اینجا ستمی و این دوستان سزامیز حالا یا دوستان حالا کلی دارم میگم می می‌بینی سه صدای ز یه چیزایی هست که به مرور زمان یادشون می‌گیرید اولش ممکنه بگید آه چقدر قاعده داره این لیزون داره همش اینجوری سه اس میشه ز گوش که می‌کنین بعداً می‌فهمید که اینا یه چیزایی هستن که خود به خود بعد از یه مدت که گوش می‌کنید خود به خود میگید مثل اینکه مثلا من بخوام به اف... یه نفر فارسی درس بدم مثلا فارسی هم به همین ترتیب همین چیزا رو داره وقتی میخوام دو تا کلمه رو به هم بچسبونم مثلا میگم مثلا میگم ماشین کوچک ببینید ماشین خاطر همین شد کوچک حالا بخوام بگم خانه بخوام, بخوام, بخوام بگم خانه حالا کسی که میخواد زبان یاد بگیره این یاد گرفته که همیشه این ا اضافه کنه دو تا کلمه رو به هم بچسبونه ببینید ماشین کوچک حالا اگه خانه ببینید به ا خط شده در واقع صداش صدای ا هست به ا خط که بشه وقتی میخواد پشتش کوچک بیاد مثلا به جای ا میگیم خانه ی کوچک میبینید نمیگیم خانه ا کوچک اگه بگیم میفهمن ما رو خانه ا کوچک ولی این خود به خود برشون به وجود بیاد اونایی که فارسی یاد بعد از مدتی میگن خانه ی کوچک ی میگن نمیگن خانه ا کوچک چون اصلا نمیشه این ا ای رو بخوان به این ا ای کنن یه چیزی باید بینشون بیاد ببینید اینجا یه میاد تو فارسی به همین ترتیب اینجا هم به همین ترتیب ممکنه ت بیاد توی فرانسوی این درس رو چندین بار تکرار کنید درس ها رو باز بخونید اینجوری نباشه که یه درس رو خوندید بگید تموم شد برید از اول دوباره بیاد بالا و هم تلفظتون بهتر میشه هم یه سری چیز قواعد تکرار میشه و یه سری چیزا رو یاد میگیرید بعد ها که شروع کردیم به کار کردن سودتر یاد میگیرید و یه چیز دیگه هم که البته اینجا خواستم بگم من اینجا گفتم هست معنیه ا میده هستن معنیه. سونت می سون می خونم این که خونده نمیشه سون مثلا میتونم بگم سه کروسان سون سون هستن خوشمزه مثلا خوب بون که در واقع جمع صفت رو استفاده کردم یعنی بون می نوشته میشه پس سه کروسان ای بون سه کروسان سون بون سون بون به پس سونت معنی هستند میده ا سه معنی هست یه چیزی هست خود این سه هم معنی هست میده که زمانی استفاده میشه که ما دیگه فاعل نداشته باشیم مثلا ببینید اینجا من میگه فاعلم سو که این فاعلم هست دیگه یعنی این این هست خوب اگه بخوام کلی بخوام مثلا بگم سه سه بون خوبه این صدای ای این صدای خوب هست در واقع این معنی هستن میتونه باشه اگه چیز خاصی نداشته باشیم اول به عنوان فایل خب که گفتیم این سه هم در واقع ترکیب سو و ای بوده که این اش تبدیل شده به حرف به اپاستوف خب این هم تمرین واسه شما ادامه بدید حتما بهتر و بهتر میشید تا بعد اوغوار